از آقای عباسی خواهش میکنم، یار دیرین آقای اصفهانی از فرانسه. با درود فراوان و مهر بسیار به همه شما مهمانداران و سپاس از حضورتون در اینجا، من حسن عباسی هستم ولی با نیمروز سیاوش عبستا شدم و تنها کسی که تا همین پریروز حسن جان منو خطاب میکرد و خوشحال بودم پرویز اصفهانی. سلطان قلبم کشیدی چرا سایه از سر من، هرگز کجا این جدایی تو میشه باور من. یار قدیمی همیشه صمیمی به گلشن یاران، تو عطر نسیم، راه تو بسته، دل تو شکسته به موی سپید و به چهره خسته، با همه خاطره ها به مزار تو میام، شاخه گل میارم، اشک گلگون میبرم، من تو رو به گنج قارون نمیدم و ندادم پرویز جان، میدونی به زر و مال فراوون نمیدم، ای چوسی نموندنی، مثل قصه خوندنی، از کدوم پنجره بود که پر زدی؟ میگن از طبقه ششم به پنجره نگاه کرده، اینه که میخواسته پرواز بکشه، برگشته در آغوش لادن از جهان رفته، از کدوم پنجره بود که پر زدی به دیار تازه ای تو سر زدی؟ کوچه مرد قصه های آشنا، همدم مردم افتاد زپا، مثل شب آروم ولی پر رمز و راز، مثل گل ساده ولی بیدا. این ترانه قشنگ و ایرج میدونید برای فردین خونده. فردین 48 ساعت قبل از اینکه بمیره من باش صحبت کردم از پاریس تلفنی، گفت دل منو شکست. پرویزم دلش شکسته بود. این شرح حالونم هست. آقای دکتر مهاجرانی اینجاست، یعنی تو این شهر شنیدم، میتونی یه روز بیاد گواهی بده که چرا دل فردین عزیز شکستم و چرا رفت؟ و ماها باید میرفتیم میپرسیدیم از پرویز عزیزم چرا دلش شکست. با کار بزرگی که پرویز صیاد کرد، همه اینجا استاد هستید، من کوچکترین همه شما هستم، و اون شب که تو آسانسور فریاد میزدم مظلوم پرویز، آقای سمسارزاده نمیدونستم که این لقب نازنین رو سالها پیش شما به پرویز اصفهانی دادید که مظلوم به دنیا اومد، مظلوم زندگی کرد و مظلوم از جهان رفت. نازنین ها، عزیزان من، یه روزنامه 4 صفحه میخواییم در بیاریم، هزینه‌ای که داره، صرف وقتی که داره، اعجاب انگیزه. پرویز اصفهانی 50 صفحه 48 صفحه روزنامه رو هر هفته در میومد با همون شرح حالی که شنیدید. همه مهربانیاران گفتن و من چون اساتید بسیاری هستن که دوستان مهمان میخوان بیان صحبت بکنن، زیاد وقتتون رو نمیگم، به ویژه استاد امیر تاریک از پاریس تشریف آوردن، از مفاخر علمی ما هستن. علم روزنامه نگاری رو از این استاد بزرگ باید همه ما بیاموزیم، ارزش خاصی برایشون قائلم، چون در سر تا سر جهان ایران رو شناختونده امیر طاهری. و دیگر عزیزان من، طنز پرداز بزرگمون هادی خرسندی عزیزم، وقتی که سال 94 بود من مادرمو در مشهد از دست دادم، چند روز قبلش باهاش صحبت کرده بودم، گفت مادر جان من مردم، گریه نکنی، شادی کن، همونجور که هستی بخور از این کوفته زهر ماریا بخور، شادی کن، یزدان گواهی گریه نکردم در جلوی مردم. و یک کشتی گرفتم رو رود سن، شراب و گروه رقص و آواز آذربایجان عشاق دعوتشون کردم. دکتر میسبازاده عزیزم اونجا بود، کوروش آریامنش اونجا بود، عزیزان بسیار اونجا بودن. از طنز پرداز بزرگ هادی خرسندی سپاسگزارم، نمایش خیلی زیبایی موقع نوشت در این رابطه، حالا شاید خیلی‌ها گذشته خودشون رو، نوشته‌های گذشته خودشون رو نخوان جای مطرح کنن، ولی پرویز اصفهانی اونجا به من زنگ زد، گفت حسن جان
ما رو چرا دعوت نکردی؟ مگه ما کم شراب میخوریم؟ مگر ما کم موزیک گوش میکنیم؟ ما رو هم دعوت میکردی؟ گفتم پرویز جان، من فکر نمیکردم با این همه کاری که تو داری بتونی بیای. واقعا با این همه کار، من امروز شنیدم که افشین عزیزم به من میگفت هنگامی که پرویز اصفهانی در زندان بود، در زندان ایشون یک کتابخونه میسازه، یک کتابخونه با چند هزار کتاب. در زندان ایشون کار روزنامه نگاریش دنبال میکنه، یک روزنامه منتشر میکنه به نام هجرت. همیشه پرتلاش، پرتکاپو و مهربان و مظلوم و مظلوم. واقعا ترانه دیگه میخونم و میدم تریبون رو به مهربانیاران نازنین که بهره ببریم. روز مرگم همه را مست کنید از می ناب، باده نوشید فراوان همگی مست و خراب. بهر آمرزش من میکده ها خیرات کنید، بهر آرامش من قوسو دهیدم به شراب. شب ختمم نکسان جامعه خود را بدرند، نه نماز و روزه قضا از ملا بخرند. واعظ و قاری و مداح ورودش ممنوع، مرد شور همه مرد خوران را ببرد. جمله سیمین بدنان رقص کنان ناز کنند، حیف زیباییشان است لچک باز کنند. همه اموال مرا میکده ها باز کنند، آنقدر مست نمایند که پرواز کنند. باورم نیست درکت که سراسر عدد است، سر خود را و خدا جنس کلاه از نمد است. پارسی نزد خداوند نمازم خوانید، که خداوند جهان جمله زبانها بلد است. این بهشتی که بگویند مرا مافت گران، که ز موسیقی و از می خبری نیست. شاهکارا، ولی شاهکار بینش پژوه خوندم این ترانه رو، شاهکارا تو به میخانه بمان، زان که بهشت هم کشیده است به گند از قبل آقایان. دوستان زیادی مهربانی کردن در این چند روز برای مهربانیار نازنین فرهیخته پرویز اصفهانی عزیزم، که اون شبی که من تا صبح باهاش بودم یک ساعتم شاید نخوابید، منم نخوابیدم. و صحبت ها بسیار، فقط بهتون بگم عشق و امید به زندگی داشت و دلش میخواست هنوز زنده باشه و زندگی کنه. ببیشه وقتی نواهای نازنینشو میدید، ببیشه وقتی که افشین عزیز از سفر اومد دلش میخواست بمونه. ما همیشه برای موندن بایستی تلاش کنیم. و آخرین حرفی که به من زد، هرکیز رو از اون دوستان که گفتم یه جوابی دادند، ولی پرویز اصفهانی آخرین حرفی که به من زد گفت حسن جان هر کی دیدی بگو سیگار دیگه کسی نکشه. و وقتی که من فروهه رو به چند تا از دوستان دادم، شب که با هم بودیم به من گفت پرچم ایرانم آوردی؟ برای همین بود مثل این که نسرین عزیز اون شب که من رفتم پاریس این اتفاق افتاد، به من زنگ زد که پرچم ایران میخواد. از آرشید عزیز سپاسگزارم که پرچم ایران را آورد و سرود ایران رو اونجا خوندید بر مزار. پرویز اصفهانی به ما نشون داده بود که ایرانی آزاده یک مهمانیار اهورایی است. بارها گفتم، باز تاکید میکنم، لادن میشه زنش، افشین، نوشین، نسرین آزاده میشن فرزندانش. و این نواهای نازنین و زیباش، یکی از یکی زیباتر، آیلین عزیزم، شایلین خانم گل، سوفیا، زکریا که نیست، نوید عزیزم و نگار، یک مسائلی بود که گذشت از سر ما و جامعه مطبوعاتی ما غریب شد، تنها شد. امروز این روزنامه ها رو که ورق می زدم، روزنامه که داره تو لندن در میاد، با پوزش از همه عزیزان شاید اینجا حضور داشته باشن، دیدم 40 صفحه 50 صفحه رو ورق می زنی یک کلمه برای خواندن نداری. یاد پرویز اصفهانی عزیزم بخیر، یاد نیمروز بخیر، او همیشه با ماست، همیشه ماندگار اهورامزدا، خداوند دانایی
و توانایی این انسانها رو به ما ارمغان میده که این انسانها آمرزندگی ما باشن. هیچ نیازی پرویز اصفهانی نداره که کسی بگه خدا بیامرزدش. میدونید که کسی شاهکاری که انجام میده بهش جایزه میدن. جایزه برای بشر، بشر ایرانی، پارسی زبان، پرویز اصفهانی بود. ما از پرویز میخوایم که ما رو بیامرزه، ازش میخوایم که ما رو ببخشه و ازش میخوایم که روان پاکش، روان، ما به روان آزاد و پاک باور داریم، باور داریم که روانش جاودان هست، همیشه همراه ما خواهد بود. از آزاده عزیز پرسیدم اون روز که گریه میکرد، گفتم آزاده جان ناراحت نشو، بابام بیاد تو خواب باید صحبت میکنه. گفت اومد دیشب با من صحبت کرد. عروسک آیلین بود، عروسک آیلین دقایقی از صبحگاه گذشته بود، 5 بامداد بود، افشین عزیز تازه وارد شد، من شب تو بالا سرش بودم. گفت حسن جان اون عروسک رو بده. من دور و بر نگاه کردم عروسکی نیست. گفتم پرویز جان آب میخوای؟ چشماشو وا کرد، گفت نه عروسک میاد. 3 دقیقه بعد آیلین و شایلین اومدن، یک عروسک خوشگل دستش بود. پرویز عروسک گرفت و به من نگاه کرد. اینها یک مسائلی که من دیدی هرگز در برنامه‌های تلویزیون نمیگم که ملاها و شیخا سوء استفاده نکنن، ولی اون عرفان ایرانی هست و اون چیزی که ماورای این طبیعت هست موجود هست و اون جاودانگی روح و روان انسانی است. نظر سیاوش اوستاست و پرویز اصفهانی یکی از کسانی بود، یکی از بزرگ مردان تاریخ ما بود که روانش و یادش همیشه برای ما و سرزمین ما و تاریخ ما ماندگار است. برای روان نازنین پرویز اصفهانی کف میتونیم بزنیم. بازم بزنیم. از آقای طاهری خواهش میکنم تشریف بیارن. البته دوستان فرهیخته بسیار اینجا هستن، ولی خب وقت محدوده و متاسفانه نمیتونیم در خدمت همه عزیزان باشیم، ولی اگر کسی تمایل داره خاطره ای عنوان بکنن بفرمایید. تمایل هم خیلی متشکرم. سلام به همه خانم و آقایون عزیز، خیلی تسلیت عرض میکنم به خانواده مرحوم اصفهانی و من قصد نداشتم اینجا صحبت بکنم و الانم یک کمی به قول انگلیسا در حالت جت لگ هستم، چون از دهلی نو اومدم، رفتم با نخست وزیر جدید هند مصاحبه کنم، ولی امیدوار بودم که پرویز بمونه تا من بیام در بیمارستان ببینمش، برای که آقای سیاوش اوستا عباسی عزیز بهم خبر داده بود که ایشون در بیمارستانه و کجاست، ولی خب در زندگی من خیلی برام اتفاق افتاد که همیشه بعد از نبرد رسیدم، یک کمی دیر رسیدم. همه ما در زندگی یا یک کمی زود میرسیم یا یک کمی دیر، ولی به هر حال میخواستم اولا 2 تا راز رو در اینجا فاش کنم مربوط به مرحوم اصفهانی و بعد بسیار مختصر، چون میدونید بعد از این سخنرانان فاضل و شیرین سخن دیگه واقعا صحبتهای من جلوه‌ای نداره، به خصوص که بین اونا و آقای خورسندی هم ساندویچ شدم. میدونم همه منتظرن که آقای خورسندی بیاد و مجلس رو گرم بکنه. راز اولی که بخواستم فاش بکنم اینه که من و پرویز اصفهانی که میدین در ایران من یکی دوبار ایشون رو دیده بودم، برای اینکه این روزنامه های نشریات حزب رستاخیز که چاپ میشد که سرپرست کلیش مرحوم سمسار بود، اینا رو ما در کیهان چاپ میکردیم و در اینچه خیلی از کادر سابق کیهان هم در اونجا بودن. ولی آشنایی نزدیک من با پرویز در لندن اتفاق افتاد. خیلی لطف کرد، به من تلفن کرد، همدیگر دیدیم و چندین بار صحبت های مختلفی کردیم از این بر اون بر و یکی از تکیه کلام های هر دو بود ای شما هم. بعد معلوم شد که ما هر دو عاشق یه نفریم و نمیدونستیم، و این یه نفری که هر دو عاشقش بودیم ایران بود، ایران خانم، که با همه بیوفایی هایی که کرده در طولی تاریخ طولانی، با همه
افت و خیزایی که کرده، با همه کارهای اشتباهی که کرده در قلب ما جا داره و هیچ وقت از قلب ما نمیاد بیرون. این پیوند عمیق عشق به ایران میدونی یه چیزیست که نمیشه ساختگی نشونش داد، یعنی یه چیز جستی نیست که بیاین جست بگیرین و بخواین تظاهر بکنین، چون میدونی ما ایران دوستان متظاهر خیلی زیاد داشتیم در به خصوص در 200 سال گذشته که ایرانی ها سعی کردن هویت ملی خودشون رو مشخص بکنن، ولی یه چیزی هست، یک آنی به قول حافظ که اونو احساس میکنیم و اینو من در مرحوم اصفهانی احساس کردم و این یک پیوند عمیقی بین ما به وجود آورد که سالهای سال ادامه داشت. راز دومی که میخوام فاش بکنم این هست که من یه سری سرمقاله برای روزنامه نیمروز نوشتم بدون امضا و علتش هم این بود که میخواستم ببینم عکس العمل ها چی هست و نه اینکه میدونین اشخاص به اسم من عکس العمل نشون بدن، چون میدونین البته من دوستان زیادی دارم ولی خب دشمنان زیادی هم دارم، بنابراین اگر این مطالب رو در روزنامه خودمون یعنی در کیهان، کیهان در تبعید می نوشتم مشخص بود که این از طرف من میاد و عکس العمل ها چیز دیگه، و با این تجربه درسای خیلی زیادی گرفتم از اینکه چطور افکاری که عرضه می کنین اگر بدون یک مهر خاصی باشه نه اون اندازه شور و هیجان به وجود بیاره و نه اون اندازه کین و نفرت. و اینجا میرسیم به مسئله اساسی روزنامه نگاری که همیشه در یا لاقل غالبا در تاریخ روزنامه نگاری ایران وجود نداشته و اون حضور یک سردبیر، یک ناشر، یک مدیری است که نقش مربی تیم فوتبال بازی کنه، یعنی نه اینکه خودش بخواد گل بزنه، نه اینکه خودش یک نظر خاصی داشته باشه از اول. اینو ما در مطبوعات ایران کم داشتیم، البته میدونیم مطبوعات تبعیدی ما زیاد داشتیم از زمان میرزا مرکب خان و جمال الدین اسدآبادی و فلان اینا. خود بنده موقعی که اینجا رهبری کنفدراسیون دست اتحادیه ما بود دانشانه در انگلیس و خودم سردبیر یه مجله تبعیدی بودم به اسم پژوهش، ولی تمام اینا تریبونایی بود برای عقاید مختلف، یه جایی نبود که همه عقاید بتونن بیان کم و بیش خودشون رو منعکس کنن، به جز شاید یه دوران خیلی کوتاهی بعد از جنگ جهانی دوم. دیگران هم خب خیلی سعی میکردن، من خودم تا خیلی متواضعانه در کیهان سعی میکردم که نظرات مختلف منعکس بشه در تهران. بسیار از کسانی که در کیهان می نوشتن در انواع و اقسام طیف های سیاسی قرار داشتن، ولی هیچ وقت این اونجوری که من دلم می خواست نشد. در نیمروز آقای اصفهانی به این خاطر که واقعا کشف کرده بود که استعداد مربیگری داره، یعنی کوچ تیم فوتبال هست و نمی خواد خودش رو بندازه جلو، موفق شد که این تریبون رو در اختیار افکار مختلف بذاره، از وزیران سابق شاه، وزیران اسبق و سابق شاه، بعد از خمینیچی های پشیمون شده که یه موقعی مثلا با آقای خمینی دوست بودن بعد حالا ازش دلخور شده بودن، انواع و اقسام کمونیست های سابق و لاحق، مصدقی های گرم و سرد، پان ایرانیست های شدید، پان ایرانیست های خفیف، یعنی میدونید برای همه در این نشریه جا بود. بعد واقعا میتونم بگم که حالا هر اتفاقی بیفته به نظر من در ایران اتفاقات خوب خواهد افتاد، ولی به خصوص از نظر مطبوعات هر اتفاقی بیفته نیمروز جای خودش رو حفظ خواهد کرد. میدونیم که اسم نیمروز خودش یه معنی خاصی داره، برای اینکه نیمروز سرزمینی است که پهلوانان اسطوره ایران ازش اومدن بیرون، بنابراین میتونیم یه پهلوان اسطوره دیگه هم اضافه بکنیم و اون پرویز اصفهانیه. خیلی ازتون متشکرم.